شما نمیذارین من برم همین بگو س... سری <applause> پوریام پوریام میخوای به بالا چت به من بگو. بگو بگو خوبی خسته نباشید من, من, یه بگو. چیزی بگم نگران, یه... نگران یه مقدار اینترنت هم هستم وضعیت اینترنت هم پایدار نیست ببینه سر اصل فاکتورهایی دو... فاکتوره که روی خوشحالی تاثیر گذاشتن طبق گزارش جدید حتی حتی گزارشی که دانشمنده و فیلسوفان و اومدن اینو بررسی کردن سلامت ثروت مصاحبت امنیت و آزادی شخصی و حس اون اعتماد به نفس برای اشخاص پایه هایی بوده که دانشمنده اومدن اینا رو در نظر گرفتن این از نکته سریم چند تا چیز مطرح شد من داشتم میشنیدم اینا رو من درست ندونستم که یکی دوتاشو خودت گفتی گفتی که اگر حکومت بیفته حکومت ایران بیفته اینا پولشون رو برای نیازیست برای حکومت داری خرج بکنن برای دستگاه و برای مردم خرج بکنن پولش میمونه برای خودشون این حرف اشتباهه به خاطر چی به خاطر اینکه این تا این الان نوشتم. چرا من نوشتمم قشنگ من اینو شنیدم یعنی گفتی دیگه نیاز نیست پول خرج کنم برای آموزش پرورش و این حرف اینجوری گفتی خب بگو ببین اگر ب... من من توضیح میدم نظرم چی بود تو, تو... تو بگو مشکل خب. چیه من اینو بگم اد... از اون چهل سال پیش تا الان این حکومت ایران هیچ وقت برای مردم ایران خرج نکرده اصلا این حرف به طور کلی از بیخ غلط تا یه قرون برای مردم یعنی این د... ای افرادی که در این حکومت هستن از خودشون برای مردم خرج نکردن که بخوان بعد از رفتن خرج بکنن حتی بعد از رفتن اینا اینطور نیست که سیستم بعدی فلج و افراد فلج باشن و بیکار بشینن حتما پیگرد قانونی خواهد شد برای این پولایی که اینها به یغما بردن قارت کردن دزدی کردن یا پنهان کردن اینطور هم نیست که این پولا رو اینا بردارن تو گونی و تو فرغون بردارن ببرن اینجور خرج بکنن این کار که نمیتونن بکنن بر خاطر همین به اینا طبق قانون و توسط حکومت بعدی حتما تعقیب خواهد شد نگرانی اینا اصلا همینه خب، همینجا بایدی... اصلا من فقط یک حرف رو باید بزاری چون من به برم سراغ نفر بعد اصلا منظور منو متوجه نشدی خب اولا که این کاملا غلطه که اینا هیچی رو خرج مردم نمیکنن مگه میشه نکنن پس من موندم پول معلم ها رو کیده. پول آموزش پرورش پول راجاده اینا ببین من اگه از جمهوری هستم که نمیخوام دفاع کنم ولی اینکه شما بگین که مثلا مالیات مردم پول مثلا نفت و اینا رو بالاخره ببین الان حتی آب و برق هم که انقدر مشکل داره به خاطر مز... عدم مدیریت اینا ولی حتی یه یه, یه چراغ غیر جمع روشن باشه معنی که اینا پول یه چیز رو دارن میدن من که نم... ببین این دفاع ازش نیست خیلی حرف عجیب غریبی که شما بگین اینا خرج هیچ رو نمیدن بالاخره پول خود, خود بر... مردمه این پول خود مردمه پول اخون نیست همه پول خب پول خامنه ای پولو... ببین یه چیز رو چهار بار بگید فرقی نمیکنه همه جا. ببین همه پول حکومت خب پول مردمه. این جواب بده بذار من دارم جواب بیندم اگه بدی میگه این پول پولو... میگه این پول اونا نیست پول مردمه خب مگه کدوم پول حکومت پول مردم نیست همه پول حکومت و پول مردمه من اگه به اصلا... خب پس با... این پس این پیش نفتم... نفتم... میاد که بعد از رفتن اینا این چجور به این پول دسترسی دارن خب ببین من موزه من بعد از رفتنش. گفتی همین جان بختی یه وقتی یه سوال میکنی بذار من جواب تو بدم خب بعد از رفتنش شد خب موضوع بحث من این بود که اگه این حکومت سقوط بکنه خب اگه به فرض فرزه... نمیدونم خیلی کم خب یک جنگ داخلی بشه داشتیم ببینیم من نمیگفتم اینطوری میشه یا نمیشه من داشتیم تمام احتمالات مختلف و یکی یکی بررسی میکردیم یکی از احتمالات این بود که همون فرداش سکولار دموکرات بشه یه حکومت خیلی قوی عالی بیاد و جلوی همینا رو بگیر. خب این هر این هرس. خب یکی از یکی از تمام احتمالاتی که وجود داره این مثلا جنگ داخلی بشه تازه ببینید من اگه جنگ م... من همیشه باید واضح بگم این قسمت ویدیو ای... کریپ بشه یه نفر گوش بکنم فکر کنم من دارم علیه مثلا برمزی حرف میذارم من حرفم اینه که حتی اگه جنگ داخلی هم بشه ما تو تاریخ مثال داریم که اگه هزینه زیادی مثلا بعد از یک براندازی یک مردم میدادن به خاطر اون براندازیشون برای مثلا چند سال مثلا تو انقلاب فرانسه تو طولانی مدت ما مثال داریم که به نفع مردم شد حتی اگه تو کوتاه مدت هزینهش زیاد بود خب پس اگه کسی اینو اگه کلیپ کرد من این اینو اینو اینجا میگم که فکر نکنید من علیه برندوزیم خب ولی تو اون شرایطی که مثلا تو م مثلا بگیم به طور فرضی تو کتاه کوتاه مدت هزینش زیاد بود یک مثالش وجود داره که کسایی که طرفدار جمهوری اسلامی بودن اینا یعنی که دیگه جمهوری اسلامی نیستن اگه مثلا جنگ داخلی بشه اینا میشن یه سری گروهای مثلا کسایی که طرفدار جمهوری اسلامی بودن یک سری گروهای شبه نظامی شیعه خواهم بود خب مثلا خب بعد میگن که خب آرمین اگه اینا یه گروه میشی هستن اینا نمیتونن از گروه های دیگه از مثلا خارج از ایران کسی بیاد کمکشون بکنه برای اینکه اینا پولی ندارن که بدن مثلا به مثلا هشت شبی تو عراق و یا اینکه مثلا به یه سری فاتی میون مثلا توی افغانستان اونو که بیان کمک کنین تو این, ج... تو این جنگ داخلی علیه اینایی که اومدن سکولار دموکرات میخوا... براندازی کردن و سکولار دموکراسی میخوان من یه, پ... یه فرضیه دارم خب ببین ممکنه ممکنه هیچ دسترسی به پول نداشته باشن خیلی ساپورتشون بیاد کمی ممکنه خیلی مثلا اونایی که عقیدتی طرفدارشون بودن هنوز سر ساپورتشون بکنن ولی اونایی که پول میخواستن ساپورتش نکنه یه فرضیه دیگه هم وجود داره که نه اینا ممکنه اون قسمت های ایرانی رو که مثلا نفت داره مثلا یه چیزای دیگه ای داره Uh, یا یه پولایی که مثلا یه سری پولایی که خودشون از قبل داشتن و هنوز دسترسی بهش داشته باشن ممکنه هنوز دسترسی به رو داشته باشن و بتونن چون که دیگه تو اون شرایط جنگی لازم نیست دیگه مثلا مثلا شما اگه دسترسی داشته باشین به همه نفت و اینا و خرج هیچ چیز دیگه به از جنگ رو لازم نیست بدین تو اون شرایط ممکنه بتونین کلی ساپورت های دیگه رو از جاهای دیگه بگیرین ممکنه ممکنه هم نه من نمیدونم خب ولی ممکنه تو داری میای میگی که نه اگه جمهوری اسلامی بشه بشه ما نمیذاریم اینا دسترسی داشته باشن ما خب معلوم آره اگه شما به هم آره اگه که همشون رو شکست دادین و اینا هیچ شبه نظامی نبود یا یعنی اینکه اینا حتی شکستش رو هم ندادین شما تونستین دسترسی اینا رو به منابع مالیشون کاملا بتونستین قد بکنین خب معلومه که اون موقع دیگه نخواهند داشت ولی من میگم تو اون شرایط اگه هر جواب دارم من داشتم خب من, من قسمت ای نیست من داشتم تو این رو میگفتم من میگم که ولی اگه خب تو این فهم شرعه شرعه... قسمت نه. آخری که ببین قس... قسمت دیگه ای نداره تو داری میگی که ما اگه برنده شدیم اینا دسترسی به ما ام... ام... اه... هیچ اه... پولی ندارن خب خسته نباشید معلومه که اگه برنده شدیم دسترسی به پولی نداشتن من دارم میگم اگه خوب. یک حکومت یک گروه های شپ نظامی که دیگه حکومت جمهوری اسلامی نیست اگه اون تو اون شرایط دسترسی به یک پولی داشتن اینا میتونن تمام اون پول رو فقط خرج جنگ بکنن چون خرج کاری دیگه به از جنگ اون تو اون شرایط قرار نیست بکنن حرفم این بود شما شما اصلا متوجه نشید من دارم چی میگم شما دارین میگم؟, میگم من میخوام در... به این فرضیه هم جواب بدم من میخوام به این فرضیه طب... حتی امید. جواب من میگم... من میگم تو اصلا نفهمیدی من چی دارم میگم چطور تو داری این فرضیه هم من میگم اون چیزی که قبلا گفتی اصلا که... تو من نه تو اون این چیزی که تو گفتی اصلا تو فرضیه من نبود حرف اول اصلا تو فرضی های من نبود من فرضی خب اصلا اصلا نفهمیدیم من هم چی میگم تو داری میگی ما اگه بردیم و جمهوری اسلامی کاملا شکست خورد دسترسی به پول نداره خب خسته نباشید من معلومه که نداره این چه این چه معلومه من که بیاد آره جمهوری اسلامی و همه شبه نظامی ها و تمام سا... کسایی که ساپورتش میکنن اگه به طور کامل تونست شکست بدین و اگه شم... شما, یه دولت سکولار دموکراتی که کاملا ام... تمام ایران رو تونسته یک, یک دست بکنه و قانون, من... قانون منطقی و عدالت رو بیتونه بیاره ام... گروه های شبه نظامی طرف دارن جمهوری اسلامی که قبلا بود که دیگه الان نیست دیگه دسترسی به ایش مالی ندارن آه. آره خب معلومه کی... کی... آه. من... <applause> خس... <خصف> یعنی خیلی خب من این فرضیه رو میخوام رد بکنم حتی اگه اینو کامل هم شکست نخورم باز دسترسی به پول نخواهند داشت باشه باشه ولی قبول کن تو وقتی میگی من شنیدم تو داری به یه چیزی خب من شنیدم. من, دارب... من, الان خب نمیتونم خب من دارم... بیشتر از درم... این نه... من... بگم من دارم به تو میگم که اصلا درست خوب نشنیدی برای که گوش نمیکنی من دارم چی میگم خب بگو ولی فرضیه دوم جواب بده ببین اگر حتی اینا ناقص ما میگیم که کامل شما بگو اصلا بگو 50 درصد خوبه 50 درصد خوبه 50 درصد به اصطلاح اینا دسترسیشون قطع بشه بلا فاصله چرخش به جهانی و دسترسی های ایران ب... اه... یعنی اون 50 درصد حتی به اون مالی که ایران بیرون از ایران داره و در داخل ایران داره پیدا میکنه حتی شده باشه اگر شما میگید چاه نفت اصلا گیرم اون 50 درصد چاهای نفت و اینا هم بیفته اون و کاری نداره که بمباران کردن اینا یه درخواست بده دولت این ور آقا چاهای های اون ور بمبارون کن اصلا ما نمیخوام یه قطر نفتمون بره دست کسی برسه اصلا چقدر یه لحظه یه چیزی هم بگم یه لحظه من حرف خب به کامل بزنم ببین همش من بخوام دقیقه بگیرم شما چند دقیقه صحبت من چند دقیقه صحبت باش بگو بگو برم سری سری بگو سری بگو من ببین طبق چیزی هم که من خدمت کردم سلسله مراتب یه چیزای حالیمه ارتش ها. یا اون به اصطلاح دستگاه نظامی اون بالاش عمرها هستن پایین دست که عمرها نیستن که پایین دست کوش میکنن به حرف چهار نفر آدم بیشوری که با حکومت همراهن هم. وقتی که شما بیای 50 درصد لشکر یک کشور رو تحت اختیار بگیری اون پنجا درصد دیگه بلافاصله فاصله به این سمت سر میخوره به خاطر چهار نفر اومرا خودشون مطل معتل نمی‌داره، نمیداره چون اینا رو میشه راحت بمبارون کرد چاها و مراکز بمبارون بشن اینا اصلا اینا مگه چی چی داره الان الانش مگه چی داره الان یه سری منابعی داره که اونا رو میفروشه آقا اون چهار تا منابع بمبارون بشن این به اصطلاح نظامیا خیلی جالبه همه کسایی که میگن چرا تو حرف من میپری یک حرف ها بار تکرار میکنن خب برای همین من میپرم وسط حرفت منم این حرف تا آخر جواب میدم دیگه بعد از اینم دیگه باید برم خب کاملا حرفات حرفت غیر منطقیه خب به شدت غیر منطقیه تو من امیدوارم تو توی حکومتی که بعد از برن میاد اصلا استخدام نشی تو میخواین چاهای نفت ایران رو بمبارون بکنی خب؟ تو, تو میخواین چاهای نفت ایران رو بمبارون کنی خب من امیدوارم تا هیچ وقت به کار جنگی ندن اصلا اینو این م... چندین بار اعلام نی... شده که حتی مردم ایران نیازی به حتما به چاهای نفت برای خوشبختی ندارن حتما حتما این نیست فقط ما میتونیم دسترسی این پول از اونا بگیریم اگر این اتفاق بیفته ای تو اگه تونستی چاهای نفت ایران رو بمبارون کنی حکومت بندرزی که بعدش میاد هم باید جمهوری اسلامی رو دادگاهی کنه هم باید تو رو دادگاهی بکنه برای از بین بردن مال مردم ببینید حتی تو زمان صدام اتفاق افتاد تو همین الان هم تو توی سوریه داره اتفاق میفته نمیتونی نه, می هم... نه می... می بگم نمیتونم بگم اتفاق تو, جمع... تو عراق این اتفاق افتاده ما تو من دارم میوتت میکنم برای اینکه نمیذارم میگیم بذار من حرف بزنم بعد من که نوبت من میشه خودش واسه طرفم میپره خب این این کاملا مغلطه است یه چیزی ات... چون داره اتفاق میفته معنیش نیست که خوبه خب داره اتفاق میفته که میفته معنیش معنی من... ما از هر چیزی که اتفاق میفته بعد دفاع کنیم تو زمان صدام اتفاق افتاد خب پس معنیش اینه که ما باید خب زمان جنگ جهانی دوم هم اتفاقاتی افتاد میتونیم میگه این کار مثلا نجات چیزی بده بعد بله یه نفر بیا بگه خب زمان جنگ جهانی دوم آدولف این کار رو کرد خب کرد کرد بده بله شما حق شما حق ندارید حق ندارین اصلا شما جرمه بخواین منابع طبیعی مردم ایران رو بخواین بمبارون کنید یکی این یکی دیگه هم این که چی داشتین میگفتید آه آه، آه، اگه پنجا درصد باشه تیم عزیز بین المللی میتونیم پول مردم اینا رو قطع بکنیم و اینا یکی،, یکی ببینید من اصلا شما از میخوان اتفاق، مثال بزنین از اتفاقاتی که افتاد خب منم اگه مثال میزنم نه اینکه به حقه خب ولی شما نگاه کنید همین داعش خب داعشی که تونست با دسترسی به یه مقدار نفت شما میگه از لحاظ بین المللی ما میتونیم پول ایران رو قطع کنیم و اینا و فلان و اینا آره معلومه که میتونیم خب میتونین ایران تمام جامعه بین المللی هم میتونه یک, یک کاری بکنه که مثلا جمهوری اسلامی برشکست بشه و نتونه حکومت رانی بکنه خب ولی کارهای مثلا جنگ داخلی رو میتونه ادامه بدن حالا اون موقع دیگه اسمش جمهوری اسلامی نخواهد بود اون موقع شاید چه میدونم میشه گروه های شبه نظامی فدای رهبر سابق فلان و اینا چه یه اسم مزخرف شیعی برش خب ولی تو اون شرایط ببینید داعش مگه با دسترسی به نفت نتونست برای بزرگترین ارتش دنیا این همه در سر بندازه یه, یه چای نفت رو گرفت یه چای نفت رو اونجا گرفت تونست شا... نفت رو توی بازار سیاه بازار سیاه بهش میگن بفروشه کلی تونست این, هم، این همه سال بزرگترین ارت... نه فقط یه ارتش جا بزرگترین ارتش های جهان کلی براشون در سر پیدا شد که بتونن این رو شکست بدن خب این همه سال داعش تونست این همه خاک بگیره با دسترسی به یه, مغز... یه مقدار نفت خب شما فکر مز... بعدشم اینا کی بودن این شبه نظامی نصفشون حتی جنگ بلد نبودن من معذرم اینه که ببینید جمهوری اسلامی خب یکی سا... کلی آدم داره که هم تو جنگ تو سوریه تجربه دارن هم تو جنگ عراق تجربه دارن هم تو افغانستان تجربه دارن اینا فقط کلی آدم کشی بلدن خب اینا تجربه دارن اینا با هم دسترسی دارن اینا اگه نفت دسترسی بکنن شما فکر میکنین اون دردسری رو که داعش برای آمریکا و اروپا تونست به وجود بیاره شما فکر میکنین یک شبه نظامی شیعی باقی مونده از جمهوری اسلامی برای ارتش تازه به وجود اومده غیر ایدئولوژیکی سکولار دموکرات جدید ایران نوین نمیتونه به وجود بیاره خب ببین من معلومه که میتونه به وجود بیاره یه ذره دسترسی به پول و نفت داشته باشه میتونه به وجود بیاره ببینید من اینا رو نمیگم که بگم برنامه‌ریزی نکنید اینا اگ... من میگم که حتی اگه هزینه‌اش این باشه حتی اگر زی... هر... هنوزم ارزش برنامه‌ریزی داره ولی اینم یکی از احتمالات هست همین جان حرف آخرتو بزن من باید برم ارزم اینه که خب منم میخوام هنوز خودت این... بتونم پاسخ بدم ببین راجب داعش گفتی داعش از مرز ترکیه آزادانه استفاده کرده داعش در زمان نابودیش ایران به سوریه حمله کرده و اونجا نیروهای مردمی من با کلی دوست سوری دارم که باهاشون حرف زدم از شرایطشون پرسیدم ته این سالها من دوست افغانستانی دارم میخواستم را حتی راجع به بحث طالبانم بهت پاسخ بدم حالا اونو میذارم کنار راجع به این قضیه که داعش اونجا استفاده کرد ترکیه این رو میخواست ترکیه ارتش قوی داره جز ناتو ارتش سربازه به اصطلاح فاطمیون و اون شیعه هایی که ایران جور کرده بود برای سوریه بسیار به داعش کمک کرد همین هشت و شعبی همین هشت و شعبی و عراق که ارتشش رو از دست داده بود به داعش کمک کرد شما باید این حقیقت ها رو بگید شما نباید بیای ده درصد حقیقت رو بگی 90 درصدش پنهان نمونه منم نگفتم منابع من گفتم شما هم یه بمب خیلی ساده نیازم نیستی بمب اتم بندازی که یه بمب خیلی ساده میتونه دریچه چاه رو ببنده لازم نیست منابع ایران از بین بره که دسترسی اون دسترسی برای اون افراد غیر میهم پرست و افراد شیطانی به اون چاه نفت قطع میشه اون چاه نفت نه تخلیه میشه نه بخار میشه بلکه اینا دسترسشون از دست میدن و اصلا همچین چیزی اتفاق نمیفته که شما بگی که ارتش که کلاسیکه ارتش که تحت فرمانه حالا وقتی اون عمراش م... رو عوض بکنن یه ها بشه عوض بشه آخه این چه حرفیه منم هم سر شما, شما تو شما تو خواب شما, شما یه همه حرفو نقد دارم دونه خب بدونه بگم باش باش خب شما ولی از اونجایی که فرصت نیست خب میذارم برای بعد باش باش ولی ببینید شما تو شما فکر کنم تو رویاهاتون یه حرفایی رو که من و فکر می‌کنین من زدم بعدم میگی من شنیدم خودت گفتی که من حساسی به منو من باید خودت می‌کنم من باید برم خب ولی من باید بگم این این های نتیجه گیری که مردم میگن من چون باید برم همینجا میذارم پایین فعلا خدافظ این روش های نتیجه گیری که همه میگن من با دوستم صحبت کردم با فلان و فلان صحبت کردم اینا بدترین روش های نتیجه گیریه یکی این یه یک کسی هم که میاد می... از تجربه سربازیش استفاده میکنه تجربه سربازیش که بگه فکر کنه که مثلا استراتژی مثلا نظامی و اینا رو میتونه بشناسه با تجربه سربازیش این هم به نظر من خیلی خنده داره عجیب غریبه که یه کسی بیاد بگه من سربازی رفتم برای همین میدونم بهترین استراتژی مثلا نظامی برای شکست مثلا جمهوری اسلامی چیه این خیلی عجیب غریبه و یکی دیگهم اگه که من نگفتم ببین من که نگفتم اینطوری میشه من گفتم این احتمال از همه احتمالاتی که وجود داره اینم یکیش هست خب من میگم کسایی که میگن قطعی صحبت میکنن که وقتی جمهوری اسلامی سقوط بکنه یا بکنه یا نکنه این اتفاق حتما میفته شما نمیتونیم بیان بگی که نه چون تو تر... چون که مثلا داعش با ترکیه مثلا مرز بازداشت اونا این فاکتور رو به نفعشون بود و مثلا گروه های شپ نظامی شیعه بعد از جمهوری اسلامی این نکته فاکتور مثبت رو نخواهند داشت و برای همین حتما به طور مطلق ما میتونیم بگیم که اینا نخواهند توانست با دسترسی به نفت جنگشون رو با مخالفانشون انجام بدن این حرفا این ق... من دارم میگم با قصیت شما نمیتونید این حرف رو صحبت بکنید ببینید شما اگه پیش بینی از این حرفا انقدر راحت بود کسی اصلا از... این, این همه آدم متفکر و متخصص بهتر از شما میتونست بیا پیش بینی کنه که داعش اصلا اتفاق میافتاد خب داعش اصلا اتفاق میافتاد خب کسی نمیتونه اینا رو پیش بینی بکنه و شما میگی من من این فاکتور فاکتور یک و دو و سه اینا داشتن و فاکتور یک و دو و سه رو جمهوری اسلامی نداره به همون اون اتفاقی که اونجا افتاد اینجا حتما نمیافته خب فاکتور 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و, 13 و, 14 و, 10 و خب یعنی اینها تک علتی نیستن اینا پیچیدن من نمیام بگم که شما یه جوری رفتار میکنن انگار من میگم اگه جمهوری اسلامی افتاد حتما جنگ داخلی میشه و شبه نظامیان نظامی شیعه علیه این سکولار دموکرات ها میجنگن و این پیشبینی منه من میگم که نه ممکنه یه جوری دیگه بشه ممکن فرداش همه چی عالی بشه اینو سقوط بکنن سکولار دموکرات بشه و هیچ اتفاقی هم نیفته من میگم همه این احتمالا وجود داره شما نمیتونید بیاین بگید که من به خاطر تجربه توی سربازی و با دوستانی که صحبت کردم و به خاطر که داعش این فاکتور رو داشت باشه پنیا زیرم من, من میتونم به طور قطعی بگم که نه این اتفاق نمیفته ما میزنیم یه بم میندازیم چای نفتشون رو دسترس نخواهند داشت مگه اگه به این راحتی بود چرا آمریکا و اروپا داعش نتونست شکست ببین من... من میگم فقط با پیش بینی بکنید ولی منبع اطلاعاتتون باید بهتر باشه تا اینکه من با دوستان صحبت کردم یه سربازی رفتم قطعیت یه ذره شکراتر باشین با قطعیت در باره صحبت نکنین ببین من حتی خودم این حرفا رو دارم میزنم میگم این یکی از هزار تا احتمال ممکنه یا احتمالات مختلفه